سلام، با 180 ثانیه پنج شنبه 23 خرداد ما همراه ما باشید. سازمان عفو بین الملل با شوک آور خواندن خبر قتل زندانی عقیدتی علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه تهران خواستار انجام تحقیقات فوری، اثربخش، بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در این باره شد. همچنین این سازمان میگوید تا کنون بیش از 1 میلیون نفر در 200 کشور مختلف جهان عریضه ای را برای آزادی نسرین ستوده وکیل ایرانی و مدافع حقوق بشر امضا کردند. در پی حمله به 2 نفتکش در دریای عمان این نفتکش ها دچار آتش سوزی شدند. مایا کوچیانچیک سخنگوی کمیسیون اروپا درباره حملات به 2 کشتی در دریای عمان گفت اتحادیه اروپا این اتفاقات را زیر نظر دارد. رسانه‌های رسمی از اصابت اژدر به یکی از 2 نفتکش خبر داده و خبرگزاری رویترز گفته است در یکی از نفتکش‌ها انفجار ناشی از حمله از خارج به وقوع پیوسته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزارت بازرگانی ژاپن نوشت 2 کشتی حادثه دیده در دریای عمان حامل کالاهای مربوط به ژاپن بودند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تقریباً همزمان با بروز این حادثه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. محمد جواد ظریف درباره این حمله در توییتر نوشته حتی کلمه مشکوک هم نمیتواند گویای آن چیزی باشد که پشت پرده ماجرای امروز بود. آمریکا یک شرکت عراقی را به اتهام قاچاق میلیون‌ها دلار تسلیحات برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. وزارت دارایی آمریکا با صدور بیانیه‌ای تحریم شرکت منابع ثروت‌های جنوب و 2 نفر از مدیران آن به نام‌های محمد حسین صالح حسنی و مکی کاظم عبدالحامد اسدی را اعلام کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران با ناجوان مردان توصیف کردن سخنان نزار زکا درباره دوران بازداشتش در ایران تهدید کرد که در صورت ادامه این سخنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی مصاحبه هایی که با او انجام شده است را منتشر خواهد کرد. بوریس جانسون که از او به عنوان چهره برگزیت یاد می کنند، حدود 1/3 آرای نمایندگان حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا را برای تصدی مقام نخست وزیری این کشور به دست آورد و در میان نامزدها صدرنشین شد. کاوش‌های باستانشناسی در کوه‌های غرب چین قدیمی‌ترین شواهد استفاده بشر از مواد مخدر را آشکار کرده است. در این گورستان منقل‌های چوبی با قدمت 2500 سال یافت شده که به باور دانشمندان در آنها برگ شاهدانه روی سنگ‌های داغ سوزانده می‌شده است.